شم شم ناسم نسلی اخ شروع میکنیم دف پهه عمود الف را از پدال نمود بت تا نوربانان شیشاف خد از پایین تا نوربانان کل حتنائین پسلین به گت هر شرطی که توی گت نوشته بشه گتو پاسول میکنه دیوره ربی گفته ربیه و خاخامیم امریم کل هپسل الپه پسل بیختاب خاخامی میگن هر شرطی که اگه بیان بشه پاسول میکنه اگه نوشته بشه پاسول میکنه به خل شنو پسل الپه اگه شرطی باشه که بیان بشه یه تو پاسول نمیکنه اینو پسل بیختاب اگه هم نوشته بشه یه تو پاسول نمیکنه و گمارا توضیح میده خود شه پسل الپه اگه شوهر اومده گفت این گت تو باشه با همه میتونی ازدواج بکنی بجز فلانی که اگه این شرط رو بیانی بکنه گت رو پاسول میکنه پسل بیختب اگه بنویسم گت رو پاسول میکنه المنت ولی اگه گفت این گت تو باشه به شرطی که با فلانی ازدواج نکنی شنو پسل الپه که گت رو اگه بیانی گفته بشه پاسول نمیکنه اینو پسل بیختب اگه هم نوشته بشه پاسول نمیکنه. پس ربطای طبق ربی هیچ شرطی توی گت نمیتونه نوشته بشه حتی المنت ولی طبق ربانان شرطی که شفاهن مورد قبوله المنت میتونه توی گت هم نوشته بشه خود البته شفاهی مورد قبول نیست پس توی گت نمیتونه نوشته بشه آمر بی زرا مخلوقت لیفنه هتورف این مخلوقتی که ما داریم بین ربی و خخامیم قبل از اینه که سوفر اومده اصل گت تورف گفتیم اسم زنه اسم شوهره اسم محلشون و تاریخ قبل از اینکه تورف رو نوشته باشه اون وقتی که ما مخلوقت داریم دربی ساور گزرینان ربی میگه ما حتی روی المنت هم اینجا گزرا میکنیم چرا؟ آتو خود مبادا اگه بیاد توی گت المنت بنویسه یه کسی دیگه بره توی گت خودز بنویسه و گتر رو میدوره تا پاسول کنه و ربانان صبره لو گزرینان المنت آتو خودز خاخامی میگن نه ما گزره نمی کنیم که المنت ننویس مبادا رفتی و خودز نوشتی اول لآخر هتورف اینا همش قبل از نوشتن تورفه ولی بعد از این که دیگه تورف رو نوشتن اسم زن و شوهر و محل و تاریخ دیو ره کل کاشر همه قبول دارن که اگه نوشتی المنت کاشره اگه نوشتی خوت بعد از تورف اون وقتی که فقط میده ربانان اشکال داره نمیده اورایتا بنابراین روی المنت میده ربانان یعنی بعد از تورف دیگه اونجا گزره نمی کنیم توسبوت میگه اومت نیتین دقاتانی کتاوو و میشنای ما که طبق ربانان که گفتن اگه اومد و توی گت نوشت چی میشه پاسوله و اقیمنا به خود و گفتیم این وقتیه که شوهر اومده گفته بجز فلانی با همه ازدواج کن بجز فلانی اول المنت لو پاسیل ولی اگه اومده شرط کرده گفته به شرطی که با فلانی ازدواج نکنی گتر و پاسول نمی کنه یعنی میشنای ما با برایتا جور در نمیاد میشنای ما داره میگه المنت پاسول نیست تو برایتا داشتیم که سر المنت که تو گت نوشته بشه اونجا مخلوقته حالا میشنا رو ولی میتونیم یاد بگیریم ای با ایت ایما لیفنه هتوره یا میتونم بهت بگم المنت نوشته شده قبل از تورف ربانان و طبق شیطای ربانان میره که اگه المنت نوشته شد قبل از تورف گت پاسول نیست و ایبایته ما یا میتونم بگم لآخر تورف و دیورکل اول اومدن تورف رو نوشتن بعدن اومدن المنت نوشتن که طبق همه این گت کاشره همه اینها ربطای طبق ربی زرا میره و راوا مر راوا میاد رو ربی زرا بحث میکنه میگه مخلوقت لآخر هتورف مخلوقتی که ما داریم بین ربی و ربانان
که ربی گفته بود هیچ شرطی توی گت نمیتونه نوشته بشه، حتی المنت. و ربانان گفته بودن بستگی داره، شرطی که شفاهی مورد قبوله المنت میتونه توی گت نوشته بشه، ولی خودس که شفاهی مورد قبول نیست توی گت نمیتونه نوشته بشه. راوا میگه این مخلوق تمال آخر ها تورف. بعد از اینکه تورفو نوشتن در ربی ساور گزرینان، ربی میگه ما اینجا گزاره میکنیم، حتی المنت بعد از تورف هم پاسوله آتو لیفنه ها تورف. ما باید قبل از اینکه تورفو بنویسن بیان چیکار بکنن؟ بنویسن المنت. و ربانان صبره و خاخامی میگن لو گزرینان، نه ما گزاره روی المنت بعد از تورف نمی کنیم. آتو لیفنه ها تورف، به خاطری که مبادا بیان المنت رو قبل از تورف بنویسن. اول لیفنه ها تورف دیوره ها کل پاسول. ولی اگه اومدن و المنت رو قبل از قسمت اصلی گت نوشتن، اونجا همه میگن پاسول. چرا؟ گزرا که مبادا بیان خوت بنویسن. اومد نیتین و حالا راوا میاد میشنا رو طبق شیطای خودش توضیح میده. دقاتانی کتاوو اونجا گفت اگه اومدن توی گت نوشتن پاسول و اوقیمنا به خود. و گفتیم اگه شوهر اومده گفته تو مجازه با همه ازدواج بکنی به جز فلانی و نوشتن توی گت، اول به المنت لو پاسیل، ولی اگه فقط نوشتن المنت اون وقته که گت پاسول نمیشه. باید یاد بگیریم آخر ها تورف به ربانانهی، بعد از اینکه تورفو نوشتن طبق شیطای ربانان که گفتیم طبق ربانان المنت بعد از تورف گتو پاسول نمی کنه. ولی نمیتونیم طبق شیطای ربی یاد بگیریم، چون راوا میگه طبق ربی المنت بعد از تورف هم هنوز پاسوله. تانه ابوها دربی آبین قمه دربی زرا، یاد داد پدر ربی آبین جلوی ربی زرا کاتب گت ال تنی. شخصی که اومده گت نوشته و شرطش اومده توی گت نوشته دیوره هکل پاسول، طبق همه این گته پاسوله. که من میپرسه دیوره هکل پاسول؟ طبق همه این پاسوله و هم میفلک پلیگه. الان گفتیم که بین ربی و خخامیم بحثه. طبق ربی زرا داشتیم، خخامیم گفتن گت اگه تنیش توش نوشته شده باشه کاشره، المنت ها نخوز. و طبق ربی اگه المنت رو بعد از تورف بنویسن چیه؟ گت کاشره. الا ایما لدیوره هکل کاشر. پس بیا لاشونه برایتر اینطوری یاد بگیریم که گتی که اومدن شرطش رو توش نوشتن طبق همه کاشره. و هی خیدامی لآخره تورف، که یک کاشره اگه بعد از تورف اومدن شرط المنت رو توش نوشتن. گمارو میپرسه و لیما هرزه پاسول و ربی. تو به دو طریق این برایتایی که اشتباه رو میتونی درستش بکنی، یا میتونی بگی دیوره هکل کاشر، یا میتونی به جایی که بگی دیوره هکل کاشر بگی هرزه پاسول. برای تو گفته دیوره هکل پاسول، یا میتونی بگی دیوره هکل کاشر و طبق ربانان یادش بگیری، یا میتونی بگی هرزه پاسول و طبق ربی یادش بگیری. چرا اومدی گفتی دیوره هکل کاشر؟ بگو هرز پاسول طبق ربی. که من میگه تانا دیوره هکل اتنه، میگه تانا گوی این برایتا دیوره هکل رو داشته، از راو خودش شنیده بوده اینو، پس کلمه دیوره هکل عوض کردنی نیست. کاشر به پاسول میخلفله، حالا کاشر یا پاسولشو عوض کرده بوده، اشتباه کرده بوده. هرزه به دیوره هکل لو میخلفله، ولی کلمات دیوره هکل رو با هرزه اونجا عوض نکرده بوده. به خاطر همین تنها رایی که بخوایم این برای تو رو درست بکنیم اینه که بگیم دیوره هکل کاشر. نمیتونی بگیم هرزه
پاسول می فرماید میشنا هرعت موتر تلخول آدم الا لعبا اول آویخ این گته تو مجاز با هم ببری ازدواج بکنی به جز با پدر من و پدر خودت لآخی اول آخیخ یا این گته تو با همه مجاز ازدواج بکنی به جز برادر من و برادر خودت لعود اول اوود کخاویم گته تو با همه میتونی ازدواج بکنی به جز با غلام و غیر اسرائیل اول خل میشه اندلا آلاف غیدوشین یا این گته تو به شرطی که با همه ازدواج بکنی به جز اشخاصی که غیدوشین با اینها توفس نمیشه کاشر این گته کاشریه چرا؟ چون اینها شیور حساب نمیشه ما نمیگیم چیزی رو باقی گذاشته یا چیز جدیدی رو اومده روی زنه آسور کرده به هر حال اینا روش آسور بوده هره ات موترت لخول آدم الا المانا لکوهن گادول گروشا و خلوصا لکوهن هدیوت اگه اومد گفت این گت تو باشه که با هم ازدواج بکنی ولی اگه تو المانا بودی از ازدواج قبلی و الان من میام تو رو طلاقت میدم خوتس می کوهن گادول که برای همه مطلقه هستی بجز کوهن گادول یا این گتو تو باشه که اگه تو مطلقه هستی یا خلیصه گرفته هستی با همه بتونی ازدواج بکنی بجز کوهن هدیوت ممزرت اونتینا لیسرائیل که گفته آسور باشه با اسرائیل ازدواج بکنی اگه تو ممزرت یا نتینا باشی بعد اسرائیل لممزر اولناتین یا این گته تو باشه که با همه بتونی ازدواج بکنی به جز با ممزر و ناتین به بعد اسرائیل میگه و خل میشه یشلا آلاف غیدوشین یا هر شرطی دیگه این میکنه که غیدوشینه توفس میشه افیلو به عویرا و اگه اومد بهش گفت که این گته تو باشه که با کسی که به هر حال روی تو آسوره نتونی ازدواج بکنی پاسول اینجا میگیم گته پاسوله چون اگه قیدوشین با پنویا توفس میشد حالا به خاطر شرط این شوهر قیدوشین توفس نمیشه این شیور و گت حساب میشه یه چیزی رو باقی گذاشته بنابراین گته گت نیست کلالا در ریشا این قانون کلی که تو ریشا داشتیم که گفته بود هر کسی که ان لا آلاف غیدوشین گته کاشره لعتویه میخواد شامر بکنه شعر خیابه کریتوت بقیه اشخاصی که اگه زن باشون رابطه داشته باشه ایسورش کارته که اگه گفت این گته تو به شرطی که با فلان خیاف کارت ازدواج نکنی این هم باز شیور حساب نمیشه گته کاشریه کلالاده سیفا تو سیفا که قانون کلی گفت کل میشه یش لا آلاف غیدوشین اگه غیدوشین به عورا صورت میگیره لعتویه میخواد شامل بکنه شعر خیاوه لاوین بقیه یه لاو های توی تورا مثلا امونی و معاوی و ناتین و میسری و ادومی که اینها هم شیور حساب میشه یه چیزی رو باقی گذاشته و بنابراین گته پاسوله با ایمینه راوا مرم نخمان سوال میپرسه راوا از رب نخمان خود میقیدوشه قاتان اومد و گفت این گته تو مجاز با همه ازدواج بکنی به جز با این پسر زیر بر میتوا مهو اونجا دین چیه؟ آیا این شیر حساب میشه؟ یه کسی رو باقی گذاشته یا نه؟ می امرینان هشتا میحالاو بر هوایاهو میتونیم از یه نگاه بگیم هرچی باشه این پسر الان قابل ازدواج نیست الان قاتانه پس بنابراین اینجا شیر نیست چیزی رو باقی نذاشته و گت کاشری باشه و دیل ما آته لیخلال هوایا یعنی که نه در آینده این پسر به سنی میرسه که میشه باش ازدواج کرد پس اینجا کسی رو باقی گذاشته و گت پاسول باشه عمله تنی توها ما اینو تو برکتا خوندیم
قتنا میتگارشت به قیدوشه آویها. یه دختر بچه قتنایی که پدرش به ازدواجش در آورده، شوهرش میتونه گتو بده به خود دختر بچه بعد از مرگ پدره. آی امی، چجور میتونه این یه قتنه رو طلاق بده؟ و ها با اینان و یادسه آ و هایتا. ما حقش داریم مقایسه شده خارج شدنش با وارد شدنش، و بگیم همونطوری که یه قتنه نمیتونه قیدوشین برای خودش قبول بکنه، گتش هم قبول نکنه الا، پس چرا الان میتونه گت بگیره؟ قتنه ات یا لیخلل هوایا، چون در آینده میتونه گت بگیره. هاخانامی ات یا لیخلل هوایا، اینجا هم که اومده شوهره گفته تو میتونی با همه ازدواج کنی بجز این بچه قاتان، اینجا فردا روز این قاتانه به سنی میرسه که میشه باش ازدواج کرد، پس این شیر حساب بشه و گته پاسول باشه. خودز مین هل نولادیم، شوهره اومد گفت خانم این گته تو، با همه میتونی ازدواج کنی بجز بچه هایی که به دنیا خواهند آمد. یا طبق معیری یه زنی حامله بوده، میگه اگه این خانم پسر بیاره، این پسری که به دنیا خواهد اومد روی تو اسطور باشه، با همه میتونی ازدواج کنی، با این بچه‌ای که به دنیا میاد نمیتونی. مهو اونجا چی؟ هشتا میحالو ایتیالت، الان کسی به دنیا نیمده پس چیزی باقی نگذاشته و گت خوبی باشه. او دیل ما عتید ایده میتیالده، یا اینکه نه فردا روز این بچه به دنیا میاد و این شیر حساب میشه، این کسی رو باقی گذاشته و گت پاسول باشه. آمله تنی توها، رم نخمن میگه ما اینو خوندیم، اگه گفت تو مجازی با همه ازدواج کنی بجز لعود اول اوود کخاویم، بجز با غلام یا با غیر اسرائیل، گت کاشره. ایم ایتا، اگر کسایی که در آینده شایسته ازدواج میشن الان اینها شیر حساب میشن، عبد و عبد کخاویم نامی غلام و غیر اسرائیل هم عویدی دمی گیره، اینها شیور حساب بشن به خاطری که فردا روز میتونن اینها گر بشن. ولی گفتیم تو میشنا که گت کاشریه، اگه گفت این گت تو به شرطی که با این غلامه ازدواج نکنی، پس همونطور که اونجا گت کاشریه، اگه گفت با نولادیم نمیتونی ازدواج بکنی، گت کاشری باشه چون این شیور نیست. میفرماید نه هاناخ لاو لیگیور ای قیمه، میگه نگاه بکنی غلام یا غیر اسرائیل که آماده گر شدن نیستن، نه ایستادن که بخوان همین الان بیان اسرائیل بشن. هانی، ولی اینجا که مادر حامله است، لیتیالود قیمه، این بچه ها در آینده به دنیا میان، پس شاید اینجا شیر حساب بشه و گت پاسول باشه. خودز میبعل اخوتاه مهو، اگه شوهره به زنش گفت این گت شما، فقط تو با شوهر خواهرت نمیتونی ازدواج بکنی. شوهر خواهر البته الان روش آسوره، ولی فردا روزه که خواهرش فوت بکنه شوهر خواهرش مجاز میشه. هشتا میحال و خزیاله، الان اگه نگاه بهش بکنیم شوهر خواهره روش آسوره، پس گت کاشری باشه. او دیلما زیمنین ده متا اخوتا و خزیاله، یا اینکه نه اتفاق میفته که خواهرش فوت میکنه، شوهر خواهره مجازه باشه ازدواج بکنه، پس این گته الان پاسول باشه چون شیر حساب بشه. آمله تنی توها، رب نخمن میگه ما اینو خوندیم، لعبد اول عبد کخاویم، اگه شوهره گفت این گته تو باشه، مجازی تو بری با همه ازدواج کنی بجز غلام یا غیر اسرائیل، اونجا گفتیم گته کاشریه. عبد و عبد کخاویم نامی عوید دمی گیره، اونجا هم یه غلام یا غیر اسرائیل میان و اسرائیل میشن، ولی با این وجود میگیم گته کاشره. پس اینجا هم که گفته تو رو همه مجاز هستی بجز شوهر خواهرت، اینجا هم این شیور حساب نشه و گت خوبی باشه. گمار میگه نه این قابل مقایسه نیست. گروت لو شخیخا، این که یه گوین بیاد اسرائیل بشه زیاد اتفاق نمیفته، ولی میتا شخیخا،
اینکه خواهر فوت بکنه شوهر خواهر براش مجاز بشه امکانش هست. اومدیم و شوهره گفت تو مجازی با همه ازدواج بکنی خود میزنوتخ بجز رابطه زنا مهو به نیسوین حال و شیر. از یه طرف نگاهش بکنیم در ازدواج چیزی رو باقی نذاشته، با همه میتونه بره ازدواج بکنه و گت کاشری باشه و دیل ما شیر به بی آ، یا اینکه آسور روش کرده که این زنه رابطه داشته باشه با خاطر گتش و این گته پاسول باشه. آمله تنی توها، بیا ما تو میشنا خوندیم لعبا اول آویخ، این گت تو باشه با همه ازدواج بکن بجز پدر من پدر خودت، گت کاشریه. او به مای در چه موردی داریم صحبت میکنیم؟ ای لیما به نیسوین، اگه گفته آسور باشه که تو با پدر من یا پدر خودت ازدواج بکنی، عبا و آویخ به نیسوین نینهو، چی اینجا میتونه بره با پدر خودش یا پدر شوهره بره ازدواج بکنه؟ پس چرا شرط کرده الالا و به زنوت؟ شرط کرده که با پدر من یا پدر خودت زنا نکنی. اول عبا اول آویخ هودلو شیر، و وقتی میگه با پدر من یا پدر خودت زنا نکنی این شیر حساب نمیشه، چیزی رو باقی نذاشته حال آخر. ولی اگه گفته با کسی دیگه ای زنا نکنی شیر، این یه چیزی رو باقی گذاشته و این گته پاسول باشه. گمان میگه دیلما به نیسوین، شاید منظور شوهر این بوده که تو اجازه نداری با پدر من یا با پدر خودت ازدواج بکنی. آی چجور میشه ازدواج بکنه با پدرش یا پدر شوهره؟ ده آور و اینسیو، از فرمان تو را گذشته و رفته و ازدواج کرده، و با وجودی که البته اینجا گته باطل نیست چون اصلا ازدواج اینجا وجود نداشته، ولی به هر حال از اینجا نمیتونیم ثابت بکنیم که اگه گفته خودز میزه نوتخ این شیور حساب بشه. سوال بعدی، خودز میشلو که در کاه، اگه شوهر گت داده گفته تو مجاز با همه ازدواج بکنی ولی نمیتونی باهاشون رابطه یه شلو که در کاه داشته باشی، از پشت رابطه داشته باشی، مهو به که در کاه حال و شیر. بیای معمولی رو چیزی باقی نذاشته، گفته میتونی با همه بری ازدواج بکنی رابطه معمولی داشته باشی، پس بگیم گته خوبی باشه. یا اینکه ادیل ما میشکه به ایشا کتیف، یا اینکه تو را گفته به دو طریق میشه با یه زن رابطه داشت، از جلو و از پشت، و اینها با هم حقش شده. بس اگه گفته نمیتونی رابطه یه شلو که درکا داشته باشی این شیر حساب بشه و جدای کامل نیست. خود محفارت ندارایخ، گفته این گت تو باشه بجز حفارت نداریم، هنوز من بتونم ندرهای تو رو حفارا بکنم به نیسوین حالو شیر. از یه طرف بگیم گت کاشریه چون میتونه با همه ازدواج کنه، او دیل ما ایشا یقیمن نو، پازوغ میگه شوهرش ندرش رو پا بر جا میکنه و ایشاه و شوهرش یفرن نو ندرش رو حفارا میکنه کتیب. پس شوهر بعد بتونه ندرش رو حفارا بکنه، پس اینجا باقی گذاشته حفارای شوهر رو و گت گت نباشه. خود میتروماتخ، این گت تو اگه با کهن ازدواج کردی نتونی تروما بخوری، مهو به نیسوین حال و شیر. از یه طرف با همه میتونه ازدواج بکنه و گت خوبی باشه، او دیل ما قینین کس و کتیو، یا اینکه تو رو گفته زن کهن اموال کهن حساب میشه و اینجا شیر هست. پس سوال ما اینه که آیا این گت خوبیه یا نه؟ آی چطور ممکنه اصلا مطلقه بره با کهن ازدواج بکنه؟ اگه اومدیم و اوور شد و رفت و ازدواج کرد، خود میروشاتخ، اگه گفت تو مطلقه هستی با هر کس میخوای برو ازدواج بکن، فقط اگه فوت کردی من تو رو به ارث میبرم، مهو اینجا دین چیه؟ به نیسوین حال و شیر.
از یه طرف میتونه بره با همه ازدواج بکنه و شیور نیست و گت خوبیه و دیل مال شعرو و یارش اوتا کتیو که پاسوق میگه شوهر زنشو باید بتونه به ارث ببره و اینجا شیر حساب بشه و گت خوبی نباشه. خود میگی دوشگیخ بشه تار، تو میتونی بری ازدواج بکنی با این گت با بیا و با کسف ولی نباشه تار ماهو. اینجا گت خوبیه یا نه؟ می امرینان افشار دم قدش لا به کسف و بیا. شاید بگم از یه طرف یه شخصی میتونه بیاد با پول و یا بیا با این زن قیدوشین بکنه، اودیل ما و یاد سعا و هایتا، یا اینکه مقایسه داریم، حقش داریم بین طلاق و ازدواج و همینطور ایت قوش هوایوت لحداده، حقش داریم بین طریقه های ازدواج. و اگه نمیتونه با شتار ازدواج بکنه این شیر حساب میشه و گت خوبی نیست. تیقو جواب همه این سوال ها بماند برای الیاهو هنوی. شمشم ناسم نسلیخ دف پهه عمود بتو شروع میکنیم از پهه عمود الف آخرین خط. گوفو شل گت، اصل گت هرعت موترت لخول آدم، تو مجازی بری با هر کس ازدواج بکنی. البته تیفلت اسرائیل میاره بجز تورف که اسم زن، اسم شوهره، محلشون و تاریخ که باید تو گت باشه، باید همینطور نوشته بشه هرعت موترت لخول آدم. ربیودو میفرماید باید بنویسن توی گت و دن دیهه و لخی مینای، این شتر باشه مال تو از من، سفر تروخین دفترچه طلاق و ایگرت شبوقین و نامه ترک کردن و گت پتورین و گتی که تو رو آزاد بکنه، لیمهخ لهیت نسوا که بری و ازدواج بکنی، لخول گور دیتیت بیین با هر مردی که دلت بخواد. گوفو شل شتر شیخرور، اصل سند آزادی که به کنیز یا به غلام میدن، هر ات بد خورین، اگه کنیز باشه تو با این آزاد بشی، یا هر ات لعتمخ یا تو برای خودت باشی. گمارا پشیتا آمرال ایشتو، البته اگه اومد به زنش گفت که رشی میگه لیختوف به گیتا، اگه تو گتش نوشت هره ات بدخورین، واجهی که برای کنیز به کار برده میشه که تو آزادی، لو امر ولو کلوم، این مطلقه نیست. میفهمید رشی ده بدخورین هایا قدم لکان، قبل از اینم آزاد بوده، زندانی که نبوده. آمر لال شیفخاتو اومد و به کنیزش توشه تر شیخرور نوشت هرعت موترت لخول آدم، تو برای همه مجازی، واجهی که برای زن به کار برده میشه، لو آمر و لو کلوم. اینجا هم این شتر شیخرور فایده نداره چون از کارش این کنیزه رو آزادش نکرده، هنوز اسم کنیز روش هست. این دوتا مورده ها پاشوته. سوالمون چیه؟ آمر لاه لایشا، اگه اومد به زنش گفت هرعت لعتمخ، باشی تو برای خودت، مهودین چیه؟ لگم رقا آمر لا، آیا گفته کاملا تو برای خودت باشی که با هر کس ازدواج کنی و واجه طلاقه؟ اول ملاخا قامر لا، یا داره میگه کارت برای خودت باشه؟ اگه توی گت نوشت هرعت لعتمخ دین چیه؟ آمل ربینا لرب آشی، میفهمید ربینا به رب آشی تا شما بیا با بشنو دیتنان، ما خوندیم تو میشنا گفو شل گت شیخ رور، اصل یه گتی که باهاش کنیز رو آزاد میکنن هره ات بعد خورین، چی مینویسن؟ تو آزادی، هره ات لعتمخ، تو هستی برای خودت. اوم افداد قانیل گوفه، اینجا غلامی که حتی ارباب خود بدن غلام رو صاحبه، کی آمرله وقتی بهش میگه هر عطل عطمخ، تو باشی برای خودت، قانی گوفه غلامه بدنشو صاحب میشه، آزاد میشه. ایجاد لقانی گوفا لکل شکن، زنی که بدنش مال شوهر نیست. نصد چندان که وقتی میگه هر عطل عطمخ کاملا آزاد میشه،
آمر لربینا لرباشی، ربین از رباشی میپرسه آمر لیل عبدو، اومد و به غلام کنعانیش گفت، منظور تو شتر شیخرور نوشت، این لی استقباخ، من کاری بهت ندارم، مهو آیا این غلامه آزاد میشه یا نه؟ آمل روخانی لرب آشی و امری لبا بعضی میگن روخانی مخوزنا از میخوزا لرب آشی گفت تا شما بیا و بشنوده تن یا ما خوندیم همو خیر عبدو لعوبت کخاویم، شخصی که غلام کنعانیشو به غیر اسرائیل بفروشه جریمش کردن یادسا لخروت، این غلامه آزاد میشه. به تاریخ گت شیخرور مربو ریشون، بل لازم داره که از ارباب اولش شتر آزادی بگیره. آمر ربان شیمون بن گملیل و مه دواریم اموریم، کی ما میگیم ارباب باید برای غلامش که میفروشه به غیر اسرائیل شتر شیخرور بنویسه؟ شلوکات اب آلاو اونو، اگه یه شتاری به اسم شتر اونو ننوشته و داده باشه به غلامه، اول کات اول آب اونو، ولی اگه شتر اونو نوشته داده به غلامه زهو شیخرو رو، این حساب میشه شتر شیخرورش. مای اونو، شتر اونو یعنی چی؟ آمار اف ششت دکات اوله لکشه تیو رخمی منو، تو شتر اربابه برای غلامش می نویسه وقتی که تو از دست این غیر اسرائیل فرار بکنی الی اسق باخ، من با تو کاری ندارم. پس اینجا میبینیم واژه الی اسق باخ، من با تو کاری ندارم، واژه خوبیه برای شیخرور. ربی یهودا عمر، تو میشنا داشتیم که ربی یهودا گفته بود باید اضافه بکنه و بنویسه و دن دیه و لخی مینای سفر تروخین و ایگرت شبوقین، این چطر باشه مال تو از من، دفترچه طلاق، نامه ترک کردن، گتی که تو را آزاد میکنه که بری و با هر مردی که خواستی ازدواج بکنی. ربانان گفتن کافیه که فقط بنویسه هرعت موترت لخول آدم. گمان میپرسه به من قامی فلگی مخلوقت بین ربی یهودا و تانق ما چیه؟ ربانان سوری یاده ایم شن مخی خود هبیان یاده ایم. خخامی میگن واژه کوتاهی که استفاده بشه و منظورشو کاملا نرسونه هنوز این گفته کامل حساب میشه. و افل گبده لوکا تبله و دین، و با وجودی که این و دین نوسخ ربی یهودا رو ننوشته، موخ خامیل تا دبه های گیتا قا مگرشلا، مشخصه که توسط این گت داره طلاقش میده. از اون طرف بره بیودا ساور یاده ایم شه این مخی خود لو هبیان یاده ایم. ربیودا میگه جمله کوتاهی که استفاده کنه که منظورشو کاملا نمیرسونه، یعنی حرفشو کامل نزده. و بنابراین و تعماد کاتبلا، چون نوشته توی شتر ودن و این شتر باشه مال تو از من، دفترچه طلاق، نامه ترک کردن و گتی که تو را آزاد کنه که بری با هر کس میخوای ازدواج بکنی، موخ خامیل تا دبه های گیتا قام گرشلا، مشخص میشه که توسط این گت داره طلاقش میده. اول لو کاتبلا ودن، ولی اگه این ودن ننویسه امر به دیورا گرشا، ما میگیم اینجا داره با کلمات طلاقش میده. او شتارا رعایا به آلماهو، و این شتاره فقط یه مدرکه، نه اینکه داره با شتار طلاقش میده. آمر ابیه، میفرماید ابیه های من دکاتب گیتا، شخصی که داره نوسخ گت رو مینویسه، لو لیختوب ودن، ننویسه کلمه یه ودن رو با یود، دمشم و دین که معنی میده و قانون. چی میفرماید؟ لو لیختو و ودن دمشم دین هو شعگار شخ، این قانونه که من تو رو طلاق بدم. اول ایم اینو دین آلای شعگار شخ، ولی اگه وظیفه ندارم که تو رو طلاق بدم، لو تیت کارشی، تو مطلقه نباشی. پس کلمه یه ودن رو با یود ننویسه، الا ودن بنویسه، ودن بدون یود که معنی میده با این. ولو لیختوب ایگرت، همینطور کلمه یه ایگرت رو با یود ننویسه، دمشم ایگرت که معنی میده پشت بوم، الا ایگرت بدون یود که معنی میده نامه. ولو لیختوب لیمحخ، همینطور لیمحخ رو با یود ننویسه، دمشم لیمحخ
که معنی میده برای من از این. ولو لیختوب لیم خخ، همینطور هم به جای ه خط ننویسه دمشما کی خوخا، که معنی میده مثل جوک، دارم مسخرت میکنم. اینجا یه رشی مهمی داریم که توفس هگت رو میاره. البته گیرسای درست که ما امروز استفاده میکنیم طبق رشاشه، اینطور من از راب نیسیم داویدی شنیدم، ولی ما اینجا نسخ رشی رو میکنیم. زهو توفس هگت مقابل آخرین توصفات، این قسمت غیر اصلی گته، پتیرت یتیخی، آزاد کردم تو رو، لخی از من، انت پلونیت بات پلونی، تو فلانی دختر فلانی، دهویت اینتتی مقدمت دنا، که تو زن من بودی قبل از این، و کدو پتیرت و اینک آزادی، و شفقیت و شفقیت و ولت میکنم، و تروخیت و طلاقت میدم، یتیخی تو رو، دی تهویان رشاء، که الان تو مجاز باشی، و شل تا بنف شیخی و مسلط برای خودت، لمهخ که گفتیم اینو نباید با یود بنویسن و نه با خط، که معنی بده که بروی، لهیت نسبا و ازدواج بکنی، لخول من دیت ید سوین با هر شخصی که بخواهی، یا طبق گیرسای رشاش لخول گور و هر مردی که بخواهی، و اینیش لویم خی و یادهیخی، و شخصی نمیتونه جلوی تو رو بگیره، مینیوم آدنان اول عالم از امروز تا ابد، و دن دی یه و لخی مینی، و این شطار باشه برای تو از طرف من، گت پتورین گتی که تو رو آزاد میکنه، و سفر تروخین و دفترچه طلاق، و ایگرت شوقین و نامه رها کردن که دت مشه و اسرائیل، طبق قانون مشه و اسرائیل. و اینجا گماره ما داره میره تو بحر این که این کلمات چجوری باید نوشته شده بشه. دی تهوین که تو باشی، و دی تیتوین و تو بخواهی، تلاتا تلاتا یودین، هر کدومش باید سه تا یود داشته باشه، دمشما تهویان و تیتویان، که معنی بده دوم شخص، که تو باشی، تو بخواهی، ولی اگه با دو تا یود باشه اون وقت معنی میده سوم شخص، او باشد، او بخواهد. ولرخه دواو دتروخین، همینطور وقتی می نویسه باید واو تروخین رو بکشه، اولواو ده شووقین و واو شووقین رو که یود خونده نشه، که معنی بده مطلقه می شوی، ترک می شوی دمشما، چون اگه واوشو نکشه و با یود بخونن معنی میده تریخین اوشویقین، زنهای مطلقه و زنهای ترک شده، نه مفرد. و همینطور ولرخه لواو دیخدو، واو خدو رو که معنی میده اینک رو بکشه، دمشما چون اگه واوشو نکشه معنی میده اخدی، یعنی هیچی، من تو را دارم طلاق میدم بدون شتار. و حالا بحث بین ریشونیم که آیا این واوها به اندازه یود نوشته نشه، یا اینکه یکم باید از واو درازتر باشه، که لمسکانه اوورده شده یکم این واوها رو میکشن ولی نه زیاد که نون خونده نشه. ولو لیختوب لیت نسبا، همینطور لیت نسبا رو با الف ننویسه، دمشما لویت نسبا، که معنی میده ازدواج نکنی، الا لهیت نسبا، بلکه با ه بنویسه، که معنی بده ازدواج بکنی. ای بایا لهو، سوال شد با اینان ودن اولو، با اینان ودن، آیا باید این ودن که رب یهودا گفت توی شتار نوشته بشه یا نه؟ حالا خب مثل خخامیمه و ودن لازم نداریم. تا شما بیا و بشنود ادقین راوا و گیته، که راوا اومد تقانا کرد که اینطور گت بنویسن، اخ پلنیا بر پلنیا، اینطور فلانی پسر فلانی پاتر رها کرد و تاریخ یت پلونیتا اینتته، و طلاق داد
فلانی زنش رو دهوت اینتته من قدام دنا، که زنش بوده از قبل، میوم دنان اول عالم، از امروز تا ابد، و ایلو ودن لغامر. و میبینیم که توی این نوسخ ودنی که ربی یودا گفت باید بنویسن نوشته نشده. پس بگیم هلخا مثل خخامیمه که مال میگه اول تعمخ طبق دلیل تو کلهو می قامر، آیا تموم توفس گت آیا نوشته شده؟ الا با اینان، بلکه باید بگیم بقیه نوسخ گت هم باید نوشته بشه، ولی اینجا گفته نشده. هاخانا می با اینان، همینطور هم ودن باید نوشته بشه ولی اینجا ذکر نشده و دلیل نمیشه که هلخا مثل خخامین باشه. پس رابا اضافه کرده بود تو نوسخ گت میوم دنان اول عالم، میوم دنان از امروز، لعپوقه میده ربی یوسه، که میخواد شامل نکنه ربی یوسه رو دامر زمنو شل شتر مخیخ آلاف. وقتی که تاریخ بنویسن روی شتار مثل این که نوشتن از امروز، میگیم نه، وقتی که شخیف مرم میخواد یه گت بده باید بنویسه از امروز، چون این گت الاخر میتا. و ما مثل ربی یوسی نمیریم که تاریخ که بنویسه کافیه. اول عالم چرا مینویسن تا ابد؟ لعپوق میده با آمینه راب آمرم نخمان، میخواد شامل نکنه. سوالی که راب از رب نخمان پرسید، دا آمر حیوم ای ات ایشتی اول مخار ات ایشتی، اگه شوهر به زنش گت داد گفت تو امروز زن من نیستی ولی فردا زن من هستی، آیا اینجا مطلقه هست یا نه؟ رب نخمان بهش جواب میده چون اینجا اومده برای یک روز طلاقش داده، این طلاق هست. و به خاطر همین راوا تقانا میکنه که روی گت بنویسن اول عالم، که مشخص باشه که کواناش این نیست که فقط برای یک روز داره طلاقش میده. گوفو شل گت شیخرور، داشتیم توی میشنا نوسخ گت شیخرور چیه؟ هرعت بدخورین، تو آزادی، هرعت لعتمخ، تو هستی برای خودت. ادخین رب یهودا بیشتر زویند عبده، تقانا میکنه رب یهودا که بنویسن روی شتار وقتی غلامی رو میفروشن عبدا دنان متصدق لعبدو، این غلام ما به عنوان غلامی داره فروخته میشه بدون هیچ اعتراضی. او پاتیر و آتیر من خروره، و جدا و کنار گذاشته است از هر آزادی. او من ایلولی او من اروری ملکا او ملکتا، و هیچ بهونه و ادعایی بر ضد این غلامه نیست از طرف پادشاه و ملکه که بگن خطایی کرده باید بلای سرش بیاد. ارشوم ده اینیش لو ایت الوهی، و هیچ علامت به خصوصی روی این غلامه نیست که نشون بده مال شخصی دیگه به جز فروشنده. امنوقه میکل موم، و پاک از هر عیبی، دزد نیست. امین شخین ده نافق ادمیت هر، و پاک از هر آبلهی که ازش خارج شده باشه در دو سال. خدت و عتیق، چه آبله جدید چه قدیمی. و همه این شرایط رو میکنن که اگه خریدار یکی از اینها رو درش پیدا بکنه اینجا مقخ تاوته و این فروش بر میگرده. می اسواته، شفای این آبله ها چیه؟ عمر ابیه، ابیه میفرماید گین برا زنجبیل و مرتخا و ذره های نقره و کوریتا و گوگرد و خالاد خمرا و سرکه شراب و میشخاد زتا و روغن زیتون و نتپیق خیورا و نفت سفید و شیفله، و همه اینها رو بماله روی آبله به گتفاد افزا با پر قاز.